ببینید، قصاص اصلا در این جامعه جزء احکام امضایی اسلامه، یعنی این حتی پیش از اسلام در این جامعه قبیله‌ای وجود داشته و اصلا اینجوری بوده که اگر یک کسی مثلا صبح مرتکب جنایتی می شده و قصاص، حالا چه قصاص نفس بوده چه قصاص عضو باشه، اینو می خواستن تا شب غروب آفتاب تکلیف رو معلوم کنن و قصاص بکنن. یعنی اصلا این پرونده رو باید سریع بس، اصلا چون مفهوم دادرسی مدرن نیست. شما ببینید الان در سوئد یک فردی به اسم حمید نوری ده ها نفر اومدن شهادت دادن در پرونده جنایت علیه بشریت. چند ساله در اون کشور اسکاندیناوی که کشوری که به معیارهای عدالت پایبندی داره، اون داره محاکمه میشه در چه شرایط واقعا مناسبی زندانی است، حتی دوباره هی اعاده دادرسی میکنه، حتی وزیر یک وزرای سابق سوئد وکالت دوباره تجدید نظرش رو بر عهده داشت، کسی که شاهدان ده ها شاهد گفتن محکوم شده به جنایت علیه بشریت. اما در جمهوری اسلامی یه فردی که اصلا معلوم نیست چه وضعیتیه، فوری در سر و ته قضیه رو به قول معروف میخوان هم بیارن، چون اصلا این قصاص مال جامعه قبیله‌ایه. چرا داره قصاص که متعلق به قول آقای ابوالقاسم حالت عصر شطوره، داره در عصر، حالا ایشون آقای ابوالقاسم حالت میگفت عصر موتور، ولی الان در عصر ربات و پهباد دوباره داره اون قانون ارائه میشه. چرا؟ چون ما در ایران با نوعی فاشیسم مواجهیم که من نمیگم، خود آقای دکتر آیت الله، هم دکتر بودن ایشون الحمدلله هم آیت الله بهشتی، یک سال بعد از انقلاب بهمن 58 میگن باید نفذ حکومت در دست فقیه باشد، حالا شما بروید جار و جنجال را بیاندازید و داد و قال کنید، که نگفتیم بالاخره آخوندیسم میشود. اگر آخوندیسم، آخوندیسم یعنی فاشیسم، فاشیسم مذهبی، اگر آخوندیسم معنایش حاکمیت مر اسلام و اسلام با شناخت فقیه با مراقبت فقیه بر اجرای اسلام است، این آخوندیسم برای ما مطلوب است. ای آخوند گوشت را باز کن که این آخوندیسم تو را در قانون اساسی من وصف کردیم. یعنی یکی از بنیانگذاران اصلی جمهوری اسلامی و یکی از نویسندگان اصلی اون قانون اساسی قضایی جمهوری اسلامی داره میگه، میگه ما آخوندیسم داریم و این آخوندیسم هم در قانون اساسیمون وصف کردیم. یعنی چی آخوندیسم؟ یعنی یک چیزی هست، حالا غیر از اون فقیه، شورای نگهبان هست اینجا. میخوام فرق رو بگم با بقیه کشورها. ببینید تو فنلاند کمیسیون آینده است در مجلس فنلاند، در ویلز همین، در بریتانیا مأمور عالی رتبه دولت در مورد نسل‌های آینده است، در ژاپن میخوان وزارتخانه آینده تعیین کنن، به چه جهت تأسیس کنن، به چه جهتی. میگن ما در پارلمان قانونی که امروز وضع میکنیم باید ببینیم به نسل دو یا سه نسل بعدی، یعنی مثلا 30-40 سال آینده، بر اون آیندگان چه تأثیری داره. حالا در ایران وظیفه شورای نگهبان چیه؟ اطمینان از سازگاری قوانین با 1400 سال گذشته است. یعنی ببینید چقدر فرق داره، جوامع دیگه رو به آینده هن. در ایران رو به آینده 1400 سال پیشه، چون آخوندیسم حاکمه. و این آخوندیسم یعنی این قصاص، اصلا قصاص، حدود، تعزیرات، همه اینا که جزء اصول قضاییه، اینا همه بازتاب اصل انتقام هن. بله این اصل انتقام در تورات هم هست، در قانون حمورابی هم هست، اما الان دیگه اجرا نمیشه در اکثر کشور دنیا. یعنی الان قانون اعدام، تا حالا من تا سال 2017 رو میدونم، در 142 کشور دنیا قانون اعدام رو یا به طور نظری، یعنی اصلا کلا وجود نداره، یا در عمل لغو کرده. مثلا همین روسیه مثلا لغو کرده. ببینید این ونزوئلایی که جزء متحدین جمهوری اسلامی، قرن 19 اعدامو نقض کرده. یعنی جمهوری اسلامی تو کتاب‌های اخلاق میگن باید سعی کنه انسان جامع جمیع فضائل عالم انسانی باشه، جمهوری اسلامی جامع جمیع رذائل عالم انسانی. یعنی حتی مثلا ونزوئلا که 1000 تا واقعا جنایت درش اتفاق میفته، حکم قانون اعدام نداره. همین اسرائیلی که جمهوری اسلامی انقدر بهش انتقاد میکنه، قانون اعدام حداقل اجرا نمیشه. آقای ثابتی، همین اعضانی که بعدش اعدام میکنن درش حی علی خیر العمل مگه نداره؟ خیر العملش برای جمهوری اسلامی اعدام و آدم کشیه. دقیقا من میگم فاشیسم مذهبی این آخوندیسم، یعنی بهش
از آن در وقت از آن که میگه بشتاب برای کار خیر انسان میکشه، میخوان شلاق بزنن، وضو بگیرن. پارسال گزارشش در اومد در مساجد بازداشتگاه های موقت تشکیل داده بودن. وقتی قتل های زنجیره‌ای بود، خانم فروهر فرمودن که پدر و مادرشون رو وقتی دشنه آجین و کارداجین میکردن فریاد یا زهرا برمی آوردن. یعنی نباید بترسیم که بگیم این یک فاشیسم مذهبیه. حالا میخوام نکته‌ای که خدمتتون عرض کنم اینه که این فاشیسم غیر مذهبیش هم همینجوری دادگاه‌های کانگورویی برگزار می‌کرده در مثلا شوروی، و در شوروی هم دادگاه انقلاب داشتن اتفاقا، اما عین جمهوری اسلامی میگفتن این دادگاه به روی دادگاه انقلاب شوروی هم به روی رای جمهوری پایبند نیست. عین جمهوری اسلامی منافع انقلاب کمونیستی رو تعقیب می‌کنه، دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی هم همینه، آلمان نازی هم همین بود. فقط در سال 98 در آلمان آمدن قانون تصویب کردن، گفتن چون قوانین آلمان نازی با ایده های اساسی عدالت و دادرسی عادلانه مغایرت داشت، از همه محکومان دادگاه های آلمان نازی باید به اونها اعاده حیثیت بشه. در بعد از جمهوری اسلامی هم همینه، در تمام از همه محکومان بیدادگاه های فاشیسم مذهبی هم باید اعاده حیثیت بشه به اونها، به دلیل اینکه اصلا اینجا در جمهوری اسلامی هدف صرفاً یا پروپاگانداست از دادگاه، یا ارعابه یا انتقام جوییه. چون اصلا قبل از تشکیل دادگاه قوه قضاییه دادگاه تصمیم گرفته این خطاکار در همین پرونده آقای قبالدو من خوندم که همبند یکی از همبندان ایشون چند ماه پیش نوشته بود بازجو به ایشون میگفته تو بیا چند تا اسم چند نفر رو بگو از این مثلا به اصطلاح همدستات تا من یک قاضی رو راضی کنم یه حکم چند سال کمی برات بگیره، بعد تو آزادی موقت مرخصی بهت میدیم، آزادی موقت، خودم کمکت میکنم از کشور بری خارج پناهنده بشی. یعنی ببینید سیستم اصلا از قبل بازجو تعیین تکلیف میکنه که پرونده چیه، ولی نه بر رو دراستی داشته باشیم. آخوندیسمه که خود آقای بهشتی این رو به راحتی صراحتا گفته در قانون اساسی ما این رو اعلام کرده. متشکرم